ما الان اومدیم جلوی مغازه یکی از کمپانی‌های بزرگ آمریکا که خدمات تلفن میده. مثل ایران نیستش که یک کمپانی اونم شرکت مخابرات در خدمات تلفن بده. اسم این کمپانی همونجوری که توی تصویر می‌بینید AT&T. کمپانی‌های مختلف وجود داره تو آمریکا که خدمات تلفن میده. مثل AT&T، مثل ورایزن، تی موبایل، اسپرینت و کمپانی خیلی مختلفی هستن. ولی یکی از بزرگترین اونها شرکت تلفن AT&T هستش همونجوری توی تصویر می‌بینیدش. شما وقتی میاد آمریکا نیاز به سلفون بگیرید، احتمال خیلی زیاد. این سلفونایی که شما میگید سلفون همون موبایل خودمون هستش. سلفونایی که شما میگید معمولا با کانترکت قرارداد 2 ساله میگیرید. یعنی وقتی میرید مغازه میگید اون دو سال میخوایم کانترکت تلفن ببندیم و به شما اجازه میده که به عنوان مثال 500 دقیقه در ماه تلفن صحبت بکنیم و اس ام اس بفرستیم. کمپانی مختلف آفرهای مختلفی میدن، پکیج‌های مختلفی دارن. AT&T هم پکیج‌های مختلفی برای شما میذاره که شما خودتون میتونید انتخاب بکنید. ولی موضوعی که اینجا هستش اینه که شما یا باید انتخاب کنید با کانترکت بگیرید تلفنتون رو، یا اینکه تصمیم بگیرید که تلفنی که میگیرید و ماهانه پولش رو بدید. مثل ایران در واقع ماهانه مثلا که کردیت بگیرید و پولش رو اونجوری بدید. مثل اون چیزی که تو ایران داشتیم، مثل ایرانسل. حالا اگه کانترکت بندید شما موظف هستید 2 سال کانترکتتون رو نگه دارید، یعنی 2 سال ماه به ماه پول بدید به اینا و همونجوری که توی ماه به ماه پولی که تو قرارداد هستش به اینها بدید و این باعث میشه که شما نتونید کانترکت رو ول کنید و بعد یه روز بگید که اوکی ما دیگه نمیخوام. حتی اگه تلفن رو استفاده نکنید بعد پولمون رو به صورت یک مبلغ ثابت در ماه پولشون رو بدید. از طرف اگه کانترکت بندید مزیتی که داره اینکه دستگاه تلفن همراهی که شما میگیرید به شما تخفیف میدن. حتی بعضی از دستگاه تلفنی که شما میگیرید مجانی میشه، یا اگه تلفن آیفون مثلا اگر میگیرید شاید به شما مثلا حدود 70% 80% به شما تخفیف بدن برای دستگاه تلفن شما. اگه کانترکت بندید روز اول چون کردیت ندارید، بک‌گراند کردیت هیستوری ندارید، باید شما یه مبلغ به عنوان ودیعه یا دیپازیت بدید که این کمپانی با کمپانی فرق میکنه، قیمتش روز به روز فرق میکنه. الان در حال حاضر $300 ممکنه یه حقوقش $500 به آدمش رب داره و به پلنی که دارید بگید. میتونید با افرادی که توی مغازه هستن صحبت بکنید و ببینید که اون پلن، برنامه تلفن یا کانترکت که شما میبینید کدوم برای شما مناسب تر هستش تا دستگاه تلفنی که میخواید بگیرید و انتخاب بکنید و قراردادش رو بکنید.